نمایش رشادت‌ها، اقتدار و دلاورمردی‌های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در رزمایش فداییان حریم ولایت 6 به پرده آخر رسید. نمایشی که خالقان و صحنه‌گردانان آن خلبانان معتقد ما همگی آماده ایم، کادر پروازی و کارکنان متخصص و جنگنده ها و سلاح های کاملا بومی بود. جنگنده بمب‌افکن های سوخو 24، هواپیمای شکاری فانتوم F5، میگ 29، سائقه F7 هم امروز با تمام قوا وارد میدان شدند و با بمب‌های هوشمند قاصد و بمب‌های 2000 پوندی لیزری CCG و موشک بهینه شده نقطه زن X29 و X25، موشک نصر و موشک ارتقا یافته مَوریک، اهداف ثابت و متحرک خود را با دقت بالا منهدم کردند. اجرای پدافند غیر عامل در منطقه نبرد به منظور حفظ و حراست از استحکامات و نیروی انسانی در منطقه انجام شد. نیروهای ما یاد گرفتند که در مقابل تک دشمن خودشون رو محافظت بکنن و همچنین وسایل و تجهیزاتشون رو بتونن حفظ بکنن که به خوبی در منطقه نبرد پیاده شد. پرنده های فوق سبک و پهپادهای نیروی هوایی هم در این مرحله از رزمایش خوش درخشیدند تا دین خود را برای شناسایی و انهدام اهداف شبیه سازی شده ادا کنند. پرونده رزمایش فداییان حریم ولایت 6 با بازگشت جنگنده ها به سوی پایگاه های شکاری خودشان بسته می شود. سید حسین کاظم‌نیا، خبرنگار اعزامی شبکه خبر، پایگاه 8 شکاری شهید بابایی، اصفهان. نگاه کردیم جزئیات بیشتر روز سوم رزمایشی است و این رزمایش که به پایان میرسه. عرض کنم که سلام عرض کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند. بله، همونطوری که تو گزارش هم مشاهده کردید، امروز روز جنگنده ها بود که بسیار خوش درخشیدن. امروز تا ظهر و همین لحظه که من خدمت شما دارم گزارش رو مستقیم و زنده عرض میکنم، تقریبا انفجارها تمام شده. یکی دو مرحله هست که اجازه بدید که از زبون سخنگوی رزمایش امیر روزخوش بشه. امیر، امروز چه اتفاقی قرار بیفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که قبلا هم به سمع نظرتون رسوندن، تمام اهدافی رو که مد نظر ما بود، طرزیایی که انجام شده بود به یاری خداوند انجام شد. یکی از عمده مواردی که ما بسیار روش تاکید داشتیم اجرای پدافند غیر عامل در صحنه عملیات بود. اختفا، استتار، چگونگی استفاده از جانپناه‌ها، پناهگاه‌ها، همرنگسازی با محیط و حفظ تسهیلات و نیروی انسانی. جنگ نوین از دیگر مواردی بود که در پایگاه هوایی شهید بابایی اجرا شد. مقابله با تک شیمیایی دشمن، رفع آلودگی، علاوه بر مواردی که جناب ذکر کردیم. باید خدمت شما عرض کنم درباره پایان رزمایش هم پرسید. بله، تمام این جنگنده‌هایی که از نقاط و پایگاه‌های مختلف شکاری در این مکان و منطقه عمومی رزمایش حضور پیدا کردن، انشالله باید همه برگردن به پایگاه شکاریشون، اون وقت اتمام رزمایش و پایان مرحله سوم انشالله رقم خواهد خورد. آقای خسروی، اگر سوالی هست من در خدمت شما هستم. متشکرم. حسین کاظمی از محل برگزاری رزمایش.